سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قرار در مورد بحث پلیس توی آمریکا صحبت کنیم. شاید خیلی چیزها رو توی رسانه دیده باشید، توی اینستاگرام دیده باشید، یا حتی تو همین یوتیوب خیلی از دوستانی که توی آمریکا زندگی میکنن ولاگ های متفاوتی رو در واقع گذاشته باشن در مورد پلیس آمریکا، نحوه برخوردشون. حالا من سعی میکنم که یک تصویر متفاوتی رو از پلیس آمریکا شاید نشونتون بدم و یه مقایسه‌ای بکنم حرفایی که میشنویم و میبینیم و اینا. این چیزایی که دارم میگم همش تجربیات خودم بوده و یه دوستانی که در اختیار من قرار دادن تجربیاتشون رو شیر کردم. بنابراین اصلا یه جامعیتی شاید نداشته باشه، اما شاید خیلی واسهتون جالب باشه که این رفتار پلیس آمریکا رو ببینید و تفاوتش رو حس بکنید. ببینید، پلیس آمریکا دقیقا مثل خیلی از افراد دیگه‌ای که تو آمریکا زندگی میکنن یه رفتار دوگانه‌ای رو توی مواقع مختلف از خودشون نشون میدن. بعضی هاشون واقعا آدمای خوب و ساپورتیوی هستن و کمکتون میکنن، و بعضی هاشون نه، واقعا آدمایی هستن که اگه دید منفی بهتون نگاه میکنن چون شما مهاجر هستی یا هر چیز دیگه و ممکنه اذیتتون بکنن. واسه همین شاید خیلی وقتا مثلا یه رفتاری رو ببینید یا حرفی رو، یه تجربه‌ای رو از یکی از دوستانتون و نزدیکیاتون بشنوید و فکر کنید که مثلا دروغه. نه، ولی واقعیت همینه. یعنی بعضیاشون خیلی متناقضگونه رفتار میکنن، واسه همین شاید یه کمی اذیت بشیم. مثلا خیلی از پلیس‌های آمریکا واقعا نجات پرستن. مثلا همین قضیه که نمیدونم یک سال دو سال پیش بود، زدن سی‌آی آمریکایی رو مثلا زیر پاشون له کردن و کشتن، این واقعا وجود داره. یعنی بعضی از پلیس‌های آمریکایی در همین حد نجات پرستن. حتی وقتی شما می‌خواید جریمتون کنن واسه رانندگی هم همین اتفاق ممکنه بیفته. یعنی اینکه شما مثلا پلیس داره می‌بینه که شما مثلا سفید پوست نیستی، ماشینتو نگه می‌داره و شما رو جریمه می‌کنه. این اتفاق واسه خود من افتاده و کاملا هم این یک در واقع بایاسی دارن نسبت به قضیه، یک در واقع یک سلیقه‌ای دارن، سلیقه‌ای رفتار میکنن و ممکنه که واقعا اذیت بشین این وسط. این هستش. مثلا من تجربه‌ای که دارم، یه ویدیو هم راجبش تهیه کردم، راجب جریمه های رانندگی توی آمریکا توی این کانال گذاشتم، که مثلا من رفته بودم آپ استیت نیویورک، یعنی قسمت شمال نیویورک، واسه یه سفری رفته بودم اونجا و پلیس، من دقیقا داشتم جریان ترافیکی رو دنبال میکردم، سرعتم همون سرعتی بود که بقیه ماشین ها داشتن، اما پلیس ماشین منو نگه داشت و اومد منو جریمه کرد و فقط سر اینکه دید مثلا من حالا آمریکایی نیستم. و حتی وقتی با من صحبت هم میکرد با یه لحن بدی، حتی مثلا یه سری مدارکی رو چک میکرد که واسه هیچ آمریکایی اونا رو چک نمیکنه. واسه همین باید همیشه حواستون به این نکته باشه، اینجا که رانندگی میکنید به هر حال در معرض همچین چیزایی هستین و پلیس ممکنه با یک نگاه، با یک دید دیگه‌ای بهتون نگاه بکنه و اینجور چیزی واقعا میگم دور از تصور نیستش اینجا. اما از اون ور دیگه هم خیلی هاشون هستن واقعا میگم ساپورتیون، کمکتون میکنن، یا حتی اگه بفهمن مهاجر هستی بیشتر هم بهتون کمک میکنن. واسه همین میگم یه رفتار تناقض‌گونه‌ای وجود داره که نمیشه گفت آقا دقیقاً کدومشون داره خوب رفتار میکنه یا کدومشون داره بد رفتار میکنه. یا اینجوری مثلا بهتون بگم که خیلی وقتا این پلیسا رو شما میبینید، احساس میکنم که رفتار پلیسا با مردم خیلی راحت تر. مثلا تو ایران همیشه یه گاردی وجود داره بین پلیس و مردم، شما خیلی وقتا شاید نتونی بری راحت باهاشون ارتباط برقرار کنی اینا، اما اینجا میبینی مثلا خواهی بری یه سری سوپرمارکت، اینجا هست بهش میگن 7-11، خب اینا 24 ساعت هست. مثلا من میری اونجا توی سوپرمارکت های 7-11، میبینی چند تا ماشین پلیس اونجا هست و خود پلیس ها اومدن داخلش، دارن قهوه میخورن. خیلی هم میام یه جو کاملا صمیمی، اصلا هیچ حاشیه‌ای وجود نداره. مثلا 5-6 پلیس اومدن توی سوپرمارکت، دارن با هم یه قهوه میخورن، تو هم وارد میشی به عنوان یه شهروند معمولی، میری اونجا و میبینی با تو چقدر خوب رفتار میکنن، حتی با تو شوخی میکنن، با تو حرف میزنن، یا تو مثلا باهاشون صحبت میکنی، یا حتی مثلا نمیدونم میتونی باهاشون جوک بگی و اینا، هیچ مشکلی هم نداره. خب ولی یه حالتای دیگه ممکن همونجا پیش بیاد، مثلا تو بری اونجا اصلا طرف نگاهت نکنه، یا مثلا یه تیکه بهت بندازه که با 4-5 نفر پلیس دیگه بهت بخندن. یعنی قشنگ در آن واحد ممکنه توی یک شرایط گیر یک جور افراد بیفتی که دوگانه باهات رفتار بکنن.
واسه همین که خیلی وقتا این وسط نمیفهمه کدوم یکی دقیقا اون رفتاری هستش که بخوای جامعیتش بدی به کل جمعیت پلیس آمریکا و اینا. ولی در کل بخوای نگاه بکنی، رابطه‌ای که میتونی باشو برقرار بکنی خیلی بهتر هستش، اما تا وقتی که هیچ خلافی مرتکب نشده باشه، چون همیشه اینا تو یک چارچوب و یا اصول خاصی در واقع رفتار میکنن و این چارچوب و اصولشون خیلی بعضی موقع اکسسیو، خیلی وقتا بیش از حد بها میدن به اون اصولشون و چارچوبشون. این فیلم های آمریکایی که میبینیم مثلا پلیس مثلا فکر میکنه نمیدونم با یه ارتش روبروی، واقعا همچین فازای بعضیاشون دارن. مثلا ماشینتون وقتی جریمه میکنن شما ماشینتون نگه میدارن، مثلا پلیس آژیر ماشینشو میزنه میگه آقا کنار وایسا، وقتی میاد سمتش دستش روی اسلحه‌اش هستن. یعنی وقتی پلیس داره میاد سمت ماشین تو، فکر میکنه که تو داری مثلا با یک کلاشینکوف تو ماشین منتظرش که اینو بکش. دقیقا همین جوری، حتی تو آینه آزمونای رانندگی آینامه و اینا که وقتی شما میری بهت میگن آقا وقتی جریمه شدی پلیس داره میاد سمت تو، باید دو تا دستت روی فرمون باشه، از ماشین به هیچ وجه پیاده نمیشی و تا وقتی که مثلا پلیس نگه مثلا نمیتونی از ماشین پیاده، و خیلی هم باید مؤدب باهاش حرف بزنی. خب یکی از خاطراتی که یکی از دوستان لطف کرد توی یکی از ویدیوهای من کامنت گذاشت این بود که میگفت که یکی از دوستای هم فرد اصفهانی بوده و اینا، حالا به اصفهانی بودنش کار نداره، فقط چون میام دارم نقل میکنم میگم، میگفت بابا اصفهانی بوده توی آمریکا، پلیس ماشینش رو نگه میداره و اون به همون سبک ایران که با پلیس صحبت میکنی چونه میزنی آقا تو رو خدا فلان اینا، از ماشین پیاده میشه شروع میکنه به صحبت کردن با پلیس و اون پلیس واقعا آدم کولی بوده به نظر من، از نظر همین فردی که داشتن داستان تعریف میکرد که آقا با همون قلاف تفنگش نزده تو سرش، واقعا این کارو میکنه. یعنی شما توی وقتی پلیس میاد سمتتون وقتی میخواد جریمتون کنه باید توی ماشین دو تا دستتو قشنگ گذاشته باشی روی فرمون که پلیس دیده باشه، وگرنه پلیس مثلا خیلی وقتا میگه اسلحه‌شو در میاره میگه آقا دستاتو بذار رو فرمون، در این حد واقعا در این حد هستن. خب و با این دید دارن نگاه میکنن که میگم این اصولشون رو رعایت کامل بکنن. واسه همین اینجور کیس هایی هم ممکنه وجود بیاد و شما باید پابند مقررات باشی، میگم مخصوصا وقتی که داری یک خلافی رو انجام میدی. اما واقعا اینجوری وقتی میبینن که توی مشکلی هستی خب کمکت میکنن و خیلی هم کمکت میکنن، پیگیری میکنن همه جوره و میگم با یه لحنی باهات صحبت میکنن که تو واقعا آروم باشی، یعنی سعی میکنن که بهت کمک کنن. مثلا یکی از خاطراتی که دوستانم میگفت اینجا یه چیزی که وجود داره به اسم سکشوال هرسمنت. سکشوال هرسمنت یعنی اینکه یه نفر بخواد مثلا به هر طریقی، از طریق نمیدونم فیزیکی یا طریق رسانه یا هر چیزی، شما رو مورد آزار اذیت جنسی قرار بده. میگفت من یه نفر به من پیام داده بود، منو تهدید کرده بود، گفته بود فیلماتو پخش میکنم و اینا. میگفت من با پلیس تماس گرفتم که بیاد در واقع بررسی کنه کیس منو و نشون دادم. میگه پلیس فکر کنیم میگفت من محیط کارم بودم، زنگ زدم به پلیس، پلیس 5 دقیقه بعدش اومد توی محیط کارم، بقیه همکارامو گفت از اتاق برید بیرون، نشست با من صحبت کرد و کل داستانو واسش توضیح دادم، همش رو ریپورت گرفت و بعد رفت. میگفت خود پلیس تا یک هفته هر یه روز در میون به من زنگ میزد و میگفت آیا طرف دوباره مزاحمت واسه ایجاد کرده یا نه. علاوه بر این اومده بود مثلا شماره طرف رو داده بود به یک دیتکتیو یا همون کاراگاه که بفهمم اون پشت قضیه چی هستش، که میگفت دوباره خود کاراگاه هم به من زنگ زده و کلا پیگیری کرده که این قضیه چی شد. و حتی بیشتر از این بهتون بگم، اینجا حالا پلیس کاراگاه بعدش دوباره این شماره رو دادن یه سری ارگانیزیشن اینجا هست که روی مسائل روانشناسی و فلان اینا کار میکنه، که حتی شماره اون مرکز هم داده بودن که آقا با این فرد تماس بگیرید که مبادا مثلا فشار و استرس خاصی رو تحمل کرده باشه توی موقعیت که مثلا باعث بشه که بازدهیش بیاد پایین. بنابراین یه جور اینجور چیزایی رو هم میبینی، از اون ور قضیه هم میبینی که با نژاد پرستی و مثلا واقعا رفتار بد پلیس باید برخورد میکنه. و چیزی که وجود داره اما اینه که تو باید به عنوان یه مهاجر وقتی میای اینجا حتما با پلیس بهترین رفتار رو داشته باشی و تا حد میگم تا جایی که امکان داره مثلا خلاف نکنی. خب اما اینم بهتون بگم، اینو فکر نکنید مردم آمریکا مردمی هستن که همه چیزشون درسته، خلافی انجام نمیدن، نمیدونم فرهنگشون درسته.
مخصوصا تو مثلا تو بحث راهنمای رانندگی. خب من یه استادی داشتم تو شریف، دکتر نصیری، من خودم رشتم ترافیک حمل و نقل و ایناست، این همیشه بهم میگفت گفت بچه‌ها فکر نکنید که توی آمریکا اگر مثلا آمار تصادف کمه، نمیدونم آمار اینا کمه، به خاطر خود فرهنگ غنی مردمشه. نه، میگه به خاطر جریمه های رانندگی و ترس از جریمه هاست. میگفت اگه تو همین آمریکا مثلا شما جریمه های رانندگی مثلا برداری، مردم بعد از 5 6 ماه کلا یاغی میشن. یعنی اون دکتر نصیری قشنگ اصطلاحاتی که کار برد همینجوری بود و واقعا هم همینه. مثلا من تو بعضی ولاگا میبینم دوستان به صورت خیلی مبالغه آمیز در مورد این صحبت میکنن که نه شما باید حتما در توی رانندگی که انجام میدید استاپ ساین وقتی میبینید وایسید، و اگه استاپ ساین وایسید یه پلیس میاد میگیرتون، گواهیناتونو میگیرید. آقا این وجود داره ها، خب، ولی من حاضرم شرط ببندم 80% مردم، 80% مردم آمریکا وقتی به استاپ ساین میرسن فقط یه ترمزی میزنن، یه نگاهی میکنن. اگه ماشینی بود دیگه وجود داشته باشه، آره وای میسن، اما اگه ماشین دیگه راه دور که دارم میام ببینه اطراف نیست، یه توقف کوتاهی میکنن و بعد میرن. اما حالا حالتایی مثلا ما شنیدیم که مثلا یه نفر اومده 4 تا استاپ ساین رد کرده، کلا رو گرفتن، گواهینامه‌ش هم گرفتن، اینم هست. خب ولی اینجوری نیست که فکر کنید که همه چی به حالت خیلی اکستریم و سفت و سخت وجود داره که نمیدونم اگه این کارو نکنی میکشن. نه آقا اینجوری هم نیست دیگه. حالا مردم اینجا دقیقاً مثل خود ما اصلا هیچ فرقی ندارن، اما به خاطر جریمه‌های سنگین، به خاطر قانون‌های سختگیرانه‌ای که توی آمریکا وجود داره، یه سری رفتارهای متفاوتی رو نشون میدن. بنابراین اینو از این منظر فقط دوست داشتم واسهتون توضیح بدم که پلیس آمریکا چجوری رفتار میکنه. خیلی وقتا رفتارشون یه کمی متفاوت‌تر هستش با اون چیزی که ما تو ایران می‌بینیم. در کل هم اینجوریه که ما میتونیم راحت‌تر باهاشون ارتباط برقرار کنیم، اونا ساپورتیو‌تر هستن، اما اگر خلافی از سر بزنه دقیقاً همونقدر ساپورتیو‌تر هستن، بیشتر کمکت می‌کنن، از اون ور دیگه هم خیلی سخت‌گیرانه‌تر باهات رفتار می‌کنن. و این وسط دیگه تا جایی که امکان داره به عنوان یک مهاجر باید سعی کنی هیچ گونه خلافی رو انجام ندی و تا حد ممکن خیلی محترمانه با پلیسشون صحبت بکنید. این یه ویدیو و یه ولاگی بود بچه راجع به نحوه در واقع برخورد پلیس و یک توضیح کامل در مورد این پلیس آمریکا. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین، حتما حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوهای کانال رو هم ببینید. خیلی ممنون و وقتتون بخیر.